راستی صحبت ها زیادن، برادر ها هم زیادن. درست و بله، یک چیز به نو دویدم زد به برادر ها تماشا بینو برسونم که از مبارزه های پرگ بدگی امروز خرسند برادر قطمون هستی. بله زلط های گل است، او را میشناسن علکه، ما حاجه دیگه به میکروفون هم نداریم. بله. رحمانوف علکه میدونه که خرسند اومده است. بله با ایجا به سمع برادر ها برسونم که خانش رفتن همین سحر، خانهشون رفتن 15 نفر از کمیته امنیت وزارت داخله اوباب از سه اداره 15 نفر خانه را گیر کردن، همین طریقی خانه بن لادن یا که خانه یگان او دیگریش نمیش بود نو کشتنش بیام رحمانو فخر خب بغدادی همین طرح گیر کردی هستن 15 نفر نیم مسلح هم به مسلح رفتن، خب مردم را تلخکف کردن، مادر کمپیرش را فیروت کردن، چی میگه؟ خب تینجی های گفتن که مادر با خوبی های بگندگی های باید فرزند خودت در برابر رحمانوف ها باید روز نبسته، باید فرانسه نروه، هشدارش بتیه نروه. خب بیا از همه فرصت استفاده بوده سخنم با خب بیا دمام قصه را خودش بگه، آیا تصمیم گرفت میروه یا که نمیروه. خب بفینو البته مردم جواب علکه گرفتن که خرسن در پهلوی ما از خودش همون صداش باید مردم بشنوه. بله خب رضای برادر سلامت باشی، تشکر زیاد. من خلاص صحبت ها زیاده، برادر ها زیاد هستن انشالله. برادر خرسان یک اگر کی وقت دقیق نداری یک چند دقیقه چند ثانیه شاید مردم شما را انتظارن، صحبت های شما را میشنیم، با برادر دیگه هم انشالله که صحبت کردن دارن. خب سلام علیکم، خوش آمدی برادر عزیز به کشور پاریس. و علیکم السلام رحمت الله و برکات. و علیکم السلام تماشابینان محترم. بله من سخنی برادر نوردین ایزایی که در یک هتل هستیم اینی حال سهر از داخل وطن مادر پیرم زنگ زده و گفتن که تو نباید در آنجا اشتراک کنی. من گفتم که خی دیر کنی نکو، من اونجا آمدم، ما تصمیم گرفتگیه، ما خیلی دو سال شد این ممنت انتظار بوده. چهار سال برادر، چهار سال شد انتظار این لحظه انتظار بودیم. این لحظه را یک سبب دارد، اگر خداوند جان ما گرفت نمیتونم اشتراک کرد، اگر خداوند نصیب کرده باشد زنده باشم من حتما در اینجا اشتراک میکنم. همون صداقتی بخلی خداوند میکنم برادر. رحمانو دیکتاتو دست چه همون معرفی میکرد؟ ما یک چیز یک توفه قطی برادر رو اگر جوزه باشه همه کسی ها بستیم باش برادر که با اوسو هستم باید اکس بگرم. خب بیایم برادر همی را دا خود ما چکنیم برادر بفرمو بیا برادر از سنایوف برادر رجالی برادر های دیگه کسی هستیم بفرموی با همی شعار با همی نویش تجاد دوستان عزیز حتما ما رحمان رو پیشواز خواهیم گرفت. رحمان رو رستیک در کدام چقرید رو مگه رنگی موش هم قمه کویمش خاکی یافتیم جوش شد. بله جوش ها یافتیم شلو به نزدیکی هنه بگیم که پیشوازش میگیریم با صدای زلطای گل است خرسنجان خطی ایشالا که عنوان زلطای گل است به خرسنجان میتین دیگر با همه دوستو برادرو گفتنی هستم که دوستو عزیز هموطنو عزیز در اصل هیچ وقت نترسین از یگان چی انقلاب کردن ایواز کردن در دست ما و شما است. البته که ما از دوریای دور خستیم امروز اومدیم تو اینکه در روش گپ زنیم که دیکتاتور تو در جان مردم زدی اوجه ته نه پیشوایی نه اساس گذاری ته یک احمقی ته چخیلی که برادر نوری گپ زد واقعا هم ده ساله بد مکرو امروز بوایه رسید پریزیدنت شید بس میکنه میبرویه میره و او کسافت حالی هم ایزان کشیده از همون جا میویه و میگه که من رئیس جمهور هستم. من رئیس جمهور هستم کشور دموکراتیزم دموکراتی میگه دموکراتی تاجیکستان. فرق بین دموکرات های پولش از دموکرات های فرانسه از دموکرات های تاجیکستان هر چی است؟ پولش و فرانسه یا که تاجیکستان و پولش و تاجیکستان و فرانسه
واقعاً اگر تاجیکستان رحمانوف دموکراتیا میگه، اگر که گروبا بگیریم بگیم خیلی خفه نشوند مردم، رحمانوف تاجیکستان نه اینکه دموکراتیا ساخت بلکه یک دموکراتیا ساخت. نه سمم دلی شاید که با اولاد رحمانوف یکان دموکراتیا داشت، اینه که هست برای که داخل نپذیر هستند سود همه بگیم که چیزی که اینو گاب میزنه یعنی حقوق اینو کلان در همون تاجیکستان مثلی همین حقوق مردم اروپا است. دیگر این دموکراتیا بایگون تاجیکستان دیگر دخالت نداره. بله. تن با هم اویلا ای خیچون دخالتی داره. برن از اویلا دیگر دموکراتیا نیست. چی پیغام داری؟ چی میخوای رساندن به مردم و چی میخوای رساندن به خود ساختارهای قدرتی که سفر کرده هستم همراه رحمانوف با فرانسه؟ من اصلا به تمام ساختار قدرتی رساندنی هستم که شما برادر هستین، ما شما تاجیکستانی هستیم و ما و شما هم تاجیکستانی هستیم. آینده و ما و شما یا که فرزندای ما و شما هم عیناً در همون سرزمین زندگی میکنن. نشوه که از پشت یک احمق ما خیزیم فردا باید سر یا دسترخون باید ما تاجیک و تاجیکستانی هاشینیم. نشوه که فردا از پشت احمق بگیم که برای یک دیگر نگاه کردن نتونیم. یعنی اخیر همین است که مردم تاجیکستان بیدار شوین، البته که این کثافت را نابود کنیم، یک وطن سازیم که مثل که نمی فضایی که ما استادگی هستیم. اگر فضا را شما نظر کنین، انسان ها در تاجیکستان ما چهار توریست رفت همون را هم کشتن نموندنش سوک سلامت بچورا به وطنش برگرده. باز یک چند نوروی که داریم در فرانسه گرفتگی هستیم برای شما نمایش هم میتیم آینده پسانتر برای شما و خودتون مقایسه کنین که در کجا هستیم. ما میخوایم یک فضایی سازیم که انمی فضایی باشه که هر یک دولت، هر یک انسان از کدام کشور نباشه توانه که وطن ما اومدن هم خیلی آزاد سیر گشت کرده از بگیم که مقدساتوی ما و از تاریخی ما نمیخیل آگاه باشن بیاین نمیخیل تماشا کنن. دیگر باقی سلامت سربلند خانوباد باشه. زنده باشه برادر، تشکر زیاد. مرحمت بفرمو برادر عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدی به سفرهای یک هفته اینا. تشکر زیاد برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان هموطنان عزیز، امیدوارم همگی خوب صحت و یک روز خوب داشته باشین و خیلی که از کشور شویتسریا وعده داده بودیم، در سفر در راه بودیم و گفتیم که سفر به سوی فرانسه کرده ایستادیم و رحمانوف رو در اونجا پیشواز میگیریم. تا جای در اون حالت تا جای معلوم نبود جای واخری ها و ملاقات های رحمانوف، اما امروز یعنی از اون جای واخریش آگاه هستیم در کجا هستن. انشاءالله که برادرها همه چیزا را ذکر کردن، گفتن که چی در کجا و چی خیل میگذرد. پسانتر برنامه های دیگر داریم، پیشکش شما میکنیم، انشاءالله پیگیری کنیم. و برادر استانایف چی خیلی گفتن جای ترس نیست، جای یعنی از رحمانوف ترسیدن، یعنی از دیگر چی نیست، ترس فقط از خداوند داریم. و برادر خرسنجان که مقصد خانه شون رفتن، پدر و مادر اونا مقصد چه کردن، مادر بزرگ شون ترس دادن و گفتن که پسر تو نباید اوجا اشتراک کنه. دیگر چی، همین حالت در خانه های ما هم بود، خانه ما هم رفتن و اگر چی سختتر و بیشتر مقصد نبود، همون با همون استیلی که همیشه می روند با همون استیل، یعنی ترس با بالای پدر و مادر ما آوردن و تحقیر هم کردن یک کمتر، اما این مانع نمی شود برای ما. ما انشاءالله که تصمیمی که گرفتگی هستیم در فرانسه هر جایی که واخری داشته باشه در اونجا ما رحمانوف پیشواز میگیریم و با شعارهای گرم و شعارهای ستیلی گروه 24 و اگر پراگ هم که سفر داشته باشه در اونجا هم انشاءالله میریم پیشواز میگیریم. سلامت باشین. ما دیگه زنده باشین برادر، تشکر زیاد، سلامت باشین. خب دوستان عزیز، صحبتی دیگر را با برادر ابوذر خواجه‌زاده میتیم که یک پیغام خور داشته باشه، یک چند دقیقه برادر صحبت کنه، پس خداحافظی میکنیم، برنامه‌های دیگر را میگیریم. بفرمایید برادر. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. شما دی بعد پخش زنده برنامه ما، البته تشکر زیاد برادر عزیز. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان عزیز.
امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید و انشاءالله با خبر هستید از این نورابینی هایی که شده استاده است و از این سفرهای دیکتاتوری که مثل کلموش میگریزد با خبر هستیم. خب همراه ما زیاد برادرها از گروه 24 هستند، شرکت دارن. خب یک شوخی برادر مبارز من بابای عادل در خاطرم اومد وقتی که یک نخلف با ما در رادیو زیلا مراجعت کرد، گفت که شما مرد نیستین، مرد باشین برین پیش گپ بزنین. و در برابر همون نخلف بابای عادل بر اومد گفت که خیلی مرده که میفوره، برودار به برود سری کل آوازی غوث، چه خیلی مرده که میفوره. خلاصه گفتنی معمیه که الحمدلله صفی بقوات های برای رحمان وف همی قیشاره کردنیم که گفتی هم بابای عادل لوبای نمودی مردک هست آوازی قطیمون تکشتا تیاری تا ببین. و چطوره که صحبت آغاز کردیم در همی قیصه که او نخلف گفت که مرد باشین از پیش بیاین گپ بزنین. خوب اینا ما دیگه ای پیش اومدیم اینجا نامردی از رحمان افشیده است که فقط هم موش وره گرفته است هر طرف. انا که امروز ما میگیم که مرد باشی رنگی مرد وره، وقتی که ما میریم جا دیکتاتور میگیم بیا در پیش ما بس قطعی مسلم که گپ بزن، سبب بپرس که چیه که ما قطره بدد میبینیم. نه که ما باوری دارم که او ای قدر مردی نداره، همون مردی را که شما طلب میکردین ای مردم شریف تاجیکستان، همون مردی را ما انجام دادستیم. ما اومدیم اینا در هر کجایی که بقبش بکنیم میریم، باور بکنین همه نمودی ضربه ما میزنیم. البته بیرون از سوی قصد بجانی او، اما با پتینکر هم میزنیمش، با تخم هم میزنیمش، داروش توف هم میکنه مرد باشه. اگر بیاد ای پیش گپ بزنه ما رنگ انسان گپ بزنیم قطعش. نه که وقتی رنگ موش میگریزه، وقتی که یک موش میگریزه عقیب و دیگر چیزی که میوی میپرتوی. ولی خب تشکر زیاد برادر عبدالظاهر، سلامت باشی. سخن های بعدی را با برنامه های دیگر میمونیم ان شاء الله و تشکر زیاد، سلامت باشی. سلامت باشی. ما تقریبا خیلی یک 1000 دونه از امیو چوب کردیم، معرفی نامه یا یک شناس نامه رحمانوف است که رود که نشته یک ده نقطه در رحمانوف هم شناسید. خب یکم نقطه با این که مردم بدونن گپ در کجور هسته ایستود است. خب اولش امام علی شریپویچ رحمانوف، خب کهنه‌ترین دیکتاتور در دنیا و سه دفعه کنستیتوت را به فایده خود و اولاد خود عوض کرد. خب کسی که تمام قدرت را در دست خودش گرفتگی است و چورم کسی که فرزنداش برای اونا بهترین چیز هستند و کشور را مثل یک خونه شخصی خود مبدل کرده است. خود و فرزنداش تقریبا در تمام وظیفه های کلیدی، تمام تجارت در دست خود و اولادش. خب در حالی که 2 میلیون مردم از شهروندهای تاجیکستان در خارج از کشور همجور غلام زندگی میکنن، خب تاجیکستان به مثل تاریکستان عوض کرده است، تاجیکستان به تاریکستان عوض کرده است، در حالی که یکی از بایترین کشورهای دنیا از لحاظ منبعهای طبیعی به حساب میخورد، ولی تا امروز تا مردم تاجیکستان آبی تازه برای نوشیدن و برق برای زندگی کردن ندارند. دوامش شکاره با 3 میلیون دلار نامش در سپیسکا یا اینکه لیستی 10 مشهورترین دیکتاتور دنیا معرفی شده است. با وجود مشکلات و فقر و
تنبغلی که در تاجیکستان سببش خدی رحمانوف است، بالا این همه خچ پیشوای ملت اعلان کرده است که نه این عنوان نه شکم مردم سر میکند، یکون مشکلی دیگر حل میکند. هلو Malaysia, Kuala Lumpur. Yes. So, this is for you. Speak English, of course. Today, this man is coming to France, to Paris. He is our dictator, the dictator of Tajikistan. He is for 30 years is in power. So, do you know what you know about Tajikistan? You don't know anything. Yes. So you will take here. Tajikistan is a beautiful country in Central Asia. But everything is beautiful. Just we don't have democratic like Malaysia. Oh. The president, the government is the going and coming. But yes, in our country, still just one person ruling the country for 13 years. That is, and he is coming right now to Paris, and we want to introduce him to here, to the people of France, and we want to tell him that he is not welcome in France.